سلام عزیزان، به آشپزخونه من خوش اومدین. با کانال آموزش آشپزی امبکتی در خدمت شما دوستان هستم. امروز من تصمیم گرفتم پاستا با سس آلفردو رو آموزش بدم به شما دوستان. بعد از معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. معمولا برای پاستا با سس آلفردو از مرغ استفاده میکنن. شما میتونید یا یک سینه مرغ کوچیک، من ولی اینجا از 6 عدد فیله استفاده کردم و این فیله ها رو من حدود 1 ساعت قبل با روغن زیتون، نمک، فلفل، پودر سیر و کمی پودر آبیشن اینا رو بزده دار کردم. نمک، فلفل، پودر سیر، پودر آبیشن و روغن زیتون و میزان لازم، یعنی اینا برای همون مرحله که میخوایم مرغ رو مزده دار کنیم. پاستا من که معمولا از این پاستای لوله‌ای استفاده میکنم، یه بسته سیر یه حبه، خامه 1 پیمانه، شیر 1.5 پیمانه، کره یه مقدار کمی ما کره اینجا استفاده میکنیم، قارچ 400 گرم، پنیر پیتزا 1.5 پیمانه که من پیمونه ها معمولا این پیمونه برنجه، اینو نشون نسبت به دوستان که بدونم منظور من از پیمونه ایناست. حالا ما کار آماده کردن پاستامون رو شروع میکنیم. من ابتدا قارچ ها رو به این صورت ورقه‌ای خرد میکنم، کف تاوه کمی کره میریزم، اول قارچ ها رو یه تف میدم، بر میدارم و بعد از اون فیله ها رو به این شکل همه قارچ ها رو به صورت ورقه‌ای، اگه توجه کنید نه خیلی نازک نه خیلی زخیم، من خرد میکنم به این شکل. عزیزان من کمی کره تای مایتابه میریزم، حالا قارچارم بس که کره آب شد به داخل مایتابه میریزم. تو این فاصله من میخوام پاستا رو آبکش کنم. توی یه قابلمه آب ریختم، بعد از که آب بجوش اومد کمی نمک و روغن میریزم. پس ابتدا قارچار رو تفت میدم، بر میدارم، بعد از که قارچار رو برداشتم فیله رو تفت میدم به این شکل. چون توی این پاستا هم ما خامه استفاده میکنیم هم پنیر پیتزا استفاده میکنیم، من سعی میکنم وقتی دارم این غذا رو آماده میکنم زیاد بهش کره یا روغن نزنم. و این غذا اگر عزیزانی هستن که گیاهخوار هستن یا عزیزانی هستن که به اصطلاح با گوشت قرمز و گوشت سفید میونه ای ندارن، این پاستا رو میتونن بدون مرغ و گوشت درست کنن. من امتحان کردم، فوق العاده لذیذ میشه و کسایی که گیاهخوارن میتونن این غذا رو با حذف اون مقدار گوشتش درست کنن. حتما امتحان کنید، فوق العاده لذیذ و سالم میشه. پس تو این فاصله من میذارم تا قارچامو کمی تفت بخوره، حرارتم زیاد میکنم که قارچا آب نندازه. قارچا به این مرحله که رسید من جمع میکنم، بعد فیله ها رو اضافه میکنم. تا این حد کافیه، نه میذارم سرخ بشه خیلی نه خیلی خام، فقط کمی تغییر رنگ داشت و چون زیر حرارتم زیاد بود این قارچا آبم ننداخت. خب بعد از اینکه کاملا همه قارچا رو جمع کردم، حالا فیلای مرغ اضافه میکنم. روغن نیاز نداره چون که روغن زیتون ریخته بودیم وقتی میخواستیم مزه دارش کنیم. به شما دوستان گفتم از سینه مرغ هم میتونید استفاده کنید، سینه مرغ هم مکعبی کنید، ولی فیله چون که بافتش نرمه و زود پخته میشه، همین وقتی که من میذارم کمی زیر شعله رو زیاد میکنم و تغییر رنگ میده، من برمیدم از رو حرارت. ولی اگر شما از سینه مرغ استفاده میکنید، سینه مرغ چون یکم دیر پستره، بعد از اینکه تغییر رنگ داد زیر شعله رو متوسط رو به کم کنید، اجازه بدیم کمی آب بندازه و داخل اون آب رو سینای مرغ پختش و سفت نشه. خب این سینای مرغ هم که با نمک، فلفل، روغن زیتون و پودر آبیشم مزه دار کرده. شما اگر
زمانتون کم بود یا فراموش کرده بودین مزه دار کنین، میتونین در این مرحله بعد از اینکه فیله ها تغییر رنگ داد اون ادویه ها و اضافه کنین، روغن رو ابتدا اضافه کنین. تو این فاصله که فیله ها رو گذاشتم تا آماده شن، تا الان آب کاملا به جوش اومده، پاستا رو میریزم و داخل آب روغن و نمک بسته بدم. داخل آب جوش ریختم و کمی به هم میزنم. حتما در قابلمه رو یه ور میذارم و 10 دقیقه زمان میبره تا این پاستامون به اون مرحله برسه و نرم بشه، چون این پاستا دیگه پخته نمیشن بعد از که آماده شد با اون سس آلفا‌رزینا مخلوط میشن. پس 10 دقیقه زمان میدیم، شعلان یکم کم میکنیم. فیله ها کم کم داره آماده میشه، نباید این فیله ها سرخ بشه، فقط تفت میدیم تا رنگش تغییر کنه و اون ادویه ها به خورد فیله ها بره. شما تو فاصله که پاستا رو تو قابلمه میریزین یکی دو بار اینا رو به هم بزنین برای اینکه پاستا ها به هم نچسبه. من الان حدودا 7 دقیقه از این پاستا رو گذاشتم، 3-4 دقیقه دیگه نیازه تا نرم تر بشه. حالا بعد از اینکه فیله های مرغ حاضر شد، من اینا رو برمیدارم توی این فاصله پاستا رو آبکش میکنم و عرض تغییر سس آلفردو آماده میدم به شما دوستان. 2 دقیقه دیگه مرغ کاملا حاضره. میگم فیله مرغ بافتش نرمه، روی حرارت معنا حدودا 12-13 دقیقه است. 10 دقیقه الا یک رو فیله مرغ آماده میشه. فیله مرغ حاضره، فیله ها رو جمع میکنم. کاملا پخته داخل همین مرتبه سس آلفردو هم آموزش میدم به شما دوستان. الان برم ببینم پاستامون آماده است. ببینم پاستامون آماده است واسه آبکش کردن. به هم میزنیم. من یه دونه بله کاملا پخته پاستا رو آبکش میکنم، میذارم کنار تا وقتی سس آلفردومون حاضر شد به مواد اضافه کنم. پس توی این فاصله من پاستا رو آبکش میکنم، میام و طرز تهیه سس آلفردون به شما آموزش. من کمی کره تهیه مایتابه ریختم، یه عدد سیر داشتیم، سیرم داخل مایتابمو میریزیم، کمی کره رو با این سیر تفت میدیم، نمک، فلفل، آبشن. حالا خامه رو اضافه میکنیم و به هم میزنیم تا خامه شل بشه. خب حالا بعد از اینکه خامه کمی شل شد، حتما بعد این خامه باز شه وگرنه بعدا توی سستون حالت گله گله میشه. حالا بعد از اینکه من بهتره وقتی داری سس آلفردو رو حاضر کنی شعله خیلی زیاد نباشه، حرارت کم باشه. اگه توجهون کاملا خامه ما باز شده. حالا بعد از این من میام پنیر رو اضافه میکنم. وقت به هم میزنم. خب بعد از اینکه خامه
کاملا با پنیرمون با هم قاطی شدن. یک پیمون و نیم شیر داشتیم، شیرم اضافه میکنم و مجددا موادو با هم میزنم. به این شکل ما به هم میزنیم تا یه بافت منسجمی پیدا کنه. سس آلفردو نباید خیلی سفت باشه و غلیظ باید خیلی شل و آبکم نباشه، یه حالت منسجم بشه کافیه. بعد از اینکه این سس زره جوشید و خودشو گرفت، من قارچ و پنیر رو اضافه میکنم و در نهایت هم پاستا رو بهش اضافه میکنم، پاستای آبکشی شده رو به اضافه میکنم و کاملا مخلوط میکنم. بسیار سس راحت و در زمان کوتاهی آماده میشه. حالا سس ما به مرحله رسیده که من قارچ و فیله ها رو اضافه میکنم، به هم میزنم و بعد از اون حالا کمی حرارت به فیله ها بخوره و از قارچ ها چون کنار بودن کمی سرد شدن. ببینید سسمون نه خیلی غلیظه نه خیلی شله، چون پاستا میاد توی این، پاستا کمی از این سس رو به خودش جذب میکنه. حالا پاستا رو که آب کش کردم و کنار گذاشتم، آب اضافه رفته، به این سسمون اضافه میکنم، کاملا زیر و رو میکنم، یه حدود 5 دقیقه میذارم روی حرارت و خاموش میکنم. پاستا با سس آلفردو ما آماده است. توجه کنید همه مواد کاملا میزانشون هماهنگ، فیله، قارچ و مابقیه مواد ما. من 5 دقیقه دیگه زیر حرارت رو خاموش میکنم. پاستای ما به آماده شد. شما میتونید اگر دوست داشتین زمانی که میخواین پاستا رو سرو کنی و میل کنی کمی هم پنیر پارمیسان روش بریزین، اونم سلیقه‌ایه. ببینید باید در این حد باشه، نه غلیظ نه رقیق، در این حد، چون که وقتی زیر حرارت رو خاموش میکنی این سسمون کمی هم سفت میشه. پاستای ما آماده است. خب عزیزان، آموزش غذای امروز ما هم تموم شد. امیدوارم این غذا رو طبق دستور من درست کنین، میل کنین و لذتش رو ببرین. این غذا فوق العاده غذای لذیذ و دوست داشتنیه. لطف کنین کانال آموزش آشپز امکتی رو به دوستانتون معرفی کنین و اشتراک گذاری کنین. تا یه آموزش غذای دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.